سلام عزیز خانم. سلام علیکم. خلیل حاضر شده؟ نه هنوز، داره حاضر میشه. بفرمایین تو. قربون شما، در ماشینم وازه، سر کوچه منتظرش میمونه. رحیم آقا. جونا. خلیل کجا میخواد بره تو میدونی؟ خیالتون راحت باشه، صادق همراشه. دادا. جونه دادا. بازم میخوای گم و گوشی؟ کار دیگه قربون اون شکله. ما اگه دنبال کار نرم که نه خرج این خونه در میاد، نه جازاب یه خوشگلم جور بشه. این همه کار هست، هزار جور کاسبی هست، تو چرا درست کاری انتخاب کردی که دم به ساعت مجبوری از این شاخه به اون شاخه بپری؟ بابای خدا بیامرزمو یادته. چطور مگی؟ یه آرنون سنگک از تنور در آورد، آخرش هم بغل تنور نوایت دار دنیا رفت. ولی من دوست ندارم این ریختی بمیرم، دوست دارم خودمو با آب و آتیش بزنم تا به یه جایی برسم. خوش دارم واسه انداختن سفره شبمون تا سر دارم سر بشکنم. ولی اگه سر خودت شکست چی؟ تا حالا که نشکست آبجی. پس صادقو با خودت نبر. فب بگو نالوتی داری منو سیاه میکنی؟ واسه اونه که دل ناگرونی نه؟ واسه جفتی چه نده؟ واسه نومزدتی که دلت چور میزنه، وگرنه من که عمری کارم این ریختی پول در بودنه. بس دیگه، سفر آخرت که نمیری، رحیم دم در منتظرت. بگو اومدم ننه. من و صادق واسه جور کردن جهاز تو و راه انداختن عروسیتون داریم میریم. بهت قول میدم وقتی برگشتم چشم به هم بزنی، خودتو بغل خونچه عقد و تو هجنه صادق ببینی. زن خلی بس چی؟ از این راهی که داری میری؟ من که دفعه اولم نیست کار قاچاق میکنم. درسته، ولی این دفعه چیزی میخوای بیاری که اگه گیر بیفتی یه حبس ابد پاش خوابیده. من دیگه از دل دوزی خسته شدم، این همه با آب آتیش دارم چی تو زندگیم دارم؟ سر و تهش رو بزنی هیچی واسم نمونده جز یه اسم و رسم و دل و جرأت. ولی واسه من که تو زندون تکلیف شدم هیچی نیست. من چشم به اون بالا بالا هاست، میخوام پولدار بشم رحیم. با همه اینا صادق تو کتم نمیره، اون کلک تو ذاتشه. احمد دسپولی و اون لودا. من با احمد دسپولی خیلی فرق دارم، از اون گذشته ناسلامتی صادق میخواد دوماد ما بشه و پشت سرش فکر بد نکن. باشه، ولی بدون که من به دلم بد نشسته. دلت هم اینه اون لاستیکای ماشینت شده، باز بدی بادشو میزون کنم تا فرمونت نزنه. باب جیم اینا سر بزن، نزد شک ببرن. خیالت راحت باشه، دوبلن با نفت و جریمت میکنن. تو فکر قاشق خودت با حضرت زیاد. خیر بیش. علیکم کاپیتان. خیلی وقت منتظرتم. قبل از اینکه راه بیفتیم باز یه چیزایی رو بهت بگم ساده. بگو. خودت خوب میدونی که اگه دارم تو این کار شریکت میکنم، نه واسه خاطر اینه که دل شیر داری که جفتمون میدونیم نداری، فقط واسه این دارم نونی بهت میرسونم که قرار همین روزا دستمون توی یه سفره بره. دیگه چی؟ دیگه این که خوش دارم از بدبیاری این کارم یه چیزایی بهت بگم. اگه بدشانسی بیاریم و گیر بیفتیم هجله جفتمون بسته است. داری من از این چیزا میترسونی؟ بی خود دو علکی نگا، مطلب جدیه. اگه مردش نیستی همین حالا برگرد. مطمئن باش اگه تو زیرش بزنی من یکی پاش وای میستم. این پولی که اون برای آبتون بسته قاچاق خوابیده خیلی گنده تر از این حرف هاست. میخوام بهت ثابت کنم همچین از برادر زنم هم کم نرم. میبینی؟ تعریفشم میکنی؟ پس پاشو را بیفتیم.
امید خدا اگه سالم برگشتیم دیگه نه من دور این کار میپلکم نه تو باز به این کار تنبیم. خودت میدونی اگه خواستم باید بیام فقط واسه خاطر اینه که بتونم زندگی آبرومندانه ای واسه آبجی درست بکنم. با دست خالی که نمیشه خونه زندگی درست کرد. دیگه وقتشه باز چراغ زد. ای خودشونم دارن علامت میدن. میریم طرفشون. چه خبره؟ یه قایق تو ساحل اونور پلو گرفته. فکر میکنم از طرف ما رفته باشن قربان. مراقبش باش. چشم قربان. خلیلا کسی تعقیبتان نیامد؟ نه همه چی امنه. سبحان گفت وقتی جن صحویلش دادین عجرتونو میده. همون جایی همه چگی؟ فردا قبل از ظهر منتظرتون. خداحافظ. فی امان الله. بگی حرکت کردن قربان. میان طرف ما. از قاچاقچی هست. درسته قربان. بذاریم نزدیک شن. چشم قربان. میدونی تو چه فکرم داشت خلی؟ میخوام چند تا کامیون بخرم و بیافتم تو خط پول در آوردن. برو تو چه نخی هستی؟ خیلی چیزا. اول جهاز آبیم و سور و سات عروسیش. دوم ننه رو میرسم کربلا که آرزو بداله از دنیا نره. بعد از این چیزا میرسم به خودم. خیلی فکر تو چارمه. فقط همت میخواد و پول. اولیشو داشتم. دومیشم تو فرد زور جور میشه. نزدیک شدم قربان. بدش من. آماده اید؟ آماده ای قربان. بگو روشن کنن. روشن. گشتی آماده چوبی. دارن دور میزنن. بگو تعقیبشون کنم. کش قربان. حرکت. کیفو بده من. بگیرمش. این هم بازی کنید. نزدیک در را. آتش. چشم. چی شد؟ تیر خوردن. حالا چیکار کنیم؟ باز از اینجا تا ساحل شنا کنیم. کوسه ها چی؟ چاره ای نداریم. بپر تو آب. آخه تو چی؟ گفتم بپر تو آب. نفس پس قفا گرفتم. بیه بسا دارش بکن گیره کنسه ها نایفتدی. در چه حالی؟ باید جوری خون میاد. باز روشو ببندن. خیلی درد داره؟ اونش مهم نی. هر طور شده باز از اینجا دور بشین. کجا بری؟ هر جای غیر از اینجا. اونا تا چند دقیقه دیگه میفهمن که ما تو قایق نیستیم. میان تو ساحل سراغمون. باشه ببین دوره برای چه ببن روش. او چشاتا با کن. چی میبینی؟ تو چش کار میکنه؟ تاریکی و نخلستونه. از هی جومنده یه خبری نیست. چه بهتر. 2300 متری اینجا یه دست کولیا زندگی میکنن. جای امنیه. میشه تا فردا رو اونجا موند. اتفاقا من چند بار اونجا رفتم. توشون یه دختر کوریه که خیلی سالانه. اون اخش خیلی بودم. اما تا الان نفسم به نفسش نخورد. حکیف و ورد را بیفت. شاید این دفعه هم نفس شده. ایشالله. تو خودشونم کاری به دور برشون ندارم. بریم توی سوراخی تا صبح بایم شد. باشه. بیا
آجوری تیر میکشم. جای دنجه، تا فردا باز اینجا بمونیم. زخمه ده، اونو چیکار میکنی؟ اگه گوله توش باشه باز یه جوری درش آورد. بهتر ساکت باشی خوشگله، برش کن صادق. تو دیگه کی هستی؟ اینجا چی کار دارین؟ اون رفیق منه، بهتر عاقل باشی و سرسدهی ران اندازی. کسی بهت کاری نداره دختر، فقط ازت کمک میخواییم. از دست من کاری ساخته نیست. گفتم بهش کاری نداشته باش. دستان بعد جوری زخمی شده، تو میتونی بهم کمک کنی؟ ببینم، گوله خوردی نه؟ آره. باز چی گذاشتی بره؟ چرا جلوشو بگیرم؟ مگه ندیدی؟ میخواد به همون کمک بکنه. نه خبی، جفتمونو سیاه کرد و جون سالمشو ورداشته ره. تو اشتباه میکنی، من تو چشش نگاه کردم. جزا از تو نگاش خوندم که کلکی تو کارش نیست. پس بگو، با چهار تا نگاه پاک خامت کرده ره. خب حق هم داری، داشگله صادق. اون فکر کثیفی که تو کلت بنزش دور، من و تو کارمون یه چیز دیگه است. ما داریم اینجا وقتمونو تلف میکنیم، هر آن ممکنه در باش و یه مشرب بریزن تو. طوری شده؟ نه، منتظر تو بودیم. تا اون طرف چادر رفتم، اینجا همه از این دب و درمونا نداره. دستت درد نکنه، باید گوله رو از تو دستت بیرون بیارم. مگه میتونی؟ من تو صحرا بزرگ شدم. شما قاچاقچی هستین نه؟ از کجا فهمیدی؟ بعضی از قاچاقچی‌ها از سایه خودشونم وحشت دارن، چه برسه با آدمایی مثل این رفیقت. خیلی زبون درازی میکنیم. اما هیچ به تو نمیاد که رفیق این باشی. واسه چی؟ من میشناسمش، این ورا خیلی آفتابی شده، آدم درستی نیست. این واسه سفر من واسه هانی که حد داری به من دست بزن. ای صادق، بس دیگه، فلش کن. کسی که تحمل خوردن گلوله رو داشته باشه، تحمل بیرون آوردنش هم داره. حاضری؟ آره، کارتو بکن. بازش کن. توش نمونده، اما باید سوزوندش تا خونش بند بیاد. بسوزونش. اگه داد و بیداد را بندازی صدات میری بیرون. میخوای بیام نگرت دارم؟ تو هوای خودت داشته باش، پس نیفتی. شروع کن.
مظلوم. سلام. سلام. دو تا امنیه دیشب تا صبح این برا گشت میزد. چیزی که نفهمیدم. نه خیالت راحت باشه. اینا چی آوردی؟ این بهترین غذاییه که تو صحرا پیدا میشه. خوراک مردای اینجاست. شناختی چی گفت صادق؟ چیزی که باب دندون تو باشه نیاورده. خیالت راحت باشه. من اگه حرومی بخورم لب به غذای کوریا نمیزنم. دستت درد نکنه. راستی اسم چیه؟ هنو اسمتو بهم نگفتی. سالومه. سالومه. به منم میگن خلی. قشنگی. اون قردن شروشا. اینجا با کی زندگی میکنی؟ کس و کارت کیا؟ پدرمو ندیدم. مادرم وقتی من آورد به دنیا خودش رفت. تو زندگی جز صحرا و چند تا دوست کلی چیز دیگه ای ندارم. آکه من خوش ندارم زیاد اینجا بمونم. مگه جایی بهتری رو سراغ داری؟ قاچاق با امونه. باز هر چی زودتر آبش بکنی. گوش کن خری، اگه بریزن اینجا و با قاچاق بگیرن اون خطرش بیشتره. درسته که اینجا بیشتر خوش میگذره، اما باز اول قاچاق تحویل بدیم. تو اگه با این دست بری بیرون بهت مشکوک میشه. راست میگه. دست من که تیر نخورده. قاچاق میبرم تحویل میدم و بر میگردم پیش تو. چی شد؟ موافقی؟ بازار عربا رو بلدی؟ آره. اونجا یه انبار کالاست که به هر کسی بگی نشونت میده. سراغ صبحانه میگیری و اسم منو میگی. خیالت راحت باشه، تا پولی گرفتم برمیگردم سراغه. باشو یه نظر بنداز بیرون ببین چه خبره. زود برگرد چون ممکنه غروب سر کلهشون پیدا بشه. به غروب نمیکشه که میام سراغه. هی لوتی. چه؟ پولا رو بشمار، مواظب باش رو دست نخوری. خیالت راحت باشه. البته از همین پشت یک کیلومتر که بری به جاده میخوری. رفیق ما دست سپرده، سعی کن بهش خوش بگذره. زیاد نچنو نیشا. هیچ بد. آخه چطور بهش اعتماد کردی؟ اون جنس درستی نداره. خیالت راحت باشه، اون قراره تا چند وقت دیگه دوماد من بشه. آه، پس برای همینه که باش کار میکنی؟ آره سالومه، اما این کار آخرمه. غروب که صادق پولا رو آورد، من دیگه اون خلیل سابق نیستم. این کارو میبوسم و میذارم کنار. پاسگاه جاندرمری صدفان احمدی بفرمایید. از من نپرسین کی هستن، فقط بدونین پشت نخلستون دو تا قاچاقچی توی یکی از آلانکای کوریا قایم شدن. یکیشون هم تیر خورده. اومدم.
سلام عید خانم. سلام صادق خان، بفرمایید تو. بفرمایید قربون قدمت، خوش آمدید. مشرف، حالت چطور صادق خان؟ سفر خوش گذشت؟ ای هم فال بود هم تماشا. یه خورده خرید و فروش کردیم و رای بندر شدیم. پس خلیل کو، شما هم اگه با هم نرفته بودیم؟ والا تو امروز صبح با هم بودیم، اون عواز یه کار واجبی داشت رفت انجام بده، قرار شب برم سراغشو با هم دیگه برگردیم. خب گفتم اول یه سری به شما بزنم. خوب کردی، برو تو اتاق بشین، الان مریم رو صداش میکنم. برو جون، برو، تا عرقت خوشه اونم اومده. مریم، مریم، سلام. دلم برای چنگ شده بود صادق، کجا رفته بودی؟ دنبال کار کاسبی. این سفر آخر فقط واسه خاطر عروسیمون رفته بودم. به خلیل گفتم که میخوام یه عروسی آبرومند بگیرم، میخوام هرچی آدم از رست داره توی شب دعوت بکنم. خودت میدونی برای من تجملات و سر و صدا و این جور چیزا ارزشی نداره، فقط دلم میخواد هرچه زودتر برم خونه شوهرم. من و تو خیلی وقته که با هم نام زدیم، همه میدونن تو رو من اسم گذاشتی. من از سرس زخم زبونه این و اون همه من پنهونی میرم. یه چند روز دیگه به این فرصت بده، بذار حسابی خودم راست ریس بکنم. امشب قراره برم پیش داشت تا با هم دیگه برگردیم. بهت قول میدم تا رسیدم بساط عروسی رو را بندازم. به ناز نکن به راستی اینا رو واسه آوردم، ببین میپسندی؟ وای خدا جون، واسه من؟ آره، یه پارچه پیرنیه، جنسش فرنگیه، اینجا ها گیر نمیاد. وای خدا چقدر قشنگی. اونی که به این فروغ میگفت تیکه تازه عروسه. دست درد نکنه، تو خیلی خوبی سرده. نازه ببرم. خبری ازش نیست؟ حتما وسیله گیرش نیامده، هنو یه ساعتی به غروب آفتاب مونده، دیگه پیداش میشه. قربون دستت. یه چیزی میخوام ازت بپرسم. بپرس. راست گفتی که میخوای دور قاچاقو خط بکشی و دیگه دنبال این کار نری؟ آره راست گفتم. تو رو خدا، خیال دارم به زندگیم در هم و بر همم یه سر و سامونی بدم، واسه همینم دیشب و امروز خیلی فکر کردم. اگه تو بخوای با خودم از اینجا میبرمت. منو؟ آره، یه مرد تنها با تمام در به دریاش یه چیزی داره که به عالمی میارزه، اونم آزادیه. درست مثل اون پرندهی که بالش به قفس نخورده، میتونه به هر بومی بپره و رو هر خاکی پا بذاره. ولی من دیگه این آزادی رو نمیخوام. راستش دیگه پریدن خسته شدم، دیگه به بال و پرم حال جسم نیست. میخوام واسه خودم یه جفت بردارم، جفتی که تمام خوشی ها و قصه هامو باش نیست کنم. خیال میکنم این جفت رو پیدا کردم. با من میای سلامه؟ صدای جیبی، مثل اینکه صادق برگشته. امنیه ها. چی گفتی؟ امنیه ها خیلی، یه جیب پر از امنیه داره میاد اینجا. کجا؟ چطور ممکنه جامو پیدا کرده باشن؟ وای نستو، باید فرار کنی. تو چی کار میکنی؟ من میمونم دست به سرشون میکنم تا تو بری. میخوام با خودم ببرم. باشه، بعد هرچی نفس داری طلب جاده بود و سود باش. از اینجا یه راه هست که میخوره به وسط نخلستان. منتظرم باش، اگه خودم نتونستم برگردم یکی رو میکشم ازت. برو دیگه. خدا نگهدار. شما خود نیست. تو انتا داره خونه رو مناسبه کنیم، همه جارو به دقیق بگردیم.
مال کیه؟ مال کلیا. تو اینجا چیکار می‌کنی؟ منم کلیام. به ما خبر دادن دو تا قاچاقچی دیشب تا حالا اینجا قایم شدن. ما کسی رو ندیدیم. کسی اونجا نبود قربان. مادر اینم سماور. دست درد نکنه پیر شی الهی. خب تعریف کن ببینم خلیل کجاها رفتین چی کارا کردین؟ همین نزدیکی های دوری زدیم و اومدیم. دست چی شده؟ خوردم زمین یه میخ رفتونش. دکتر رفتی؟ آره دو درمونش کردم داره خوب میشه. خب الحمدلله. راستی داداش شنیدم تو این سفر کاسبی خوبی کردین. از کی شنیدی؟ از سادی اومد به ما سر زد. دستش درد نکنه سوغاتی هم واسمون آورد. نپرسیدی چرا تنها اومده بود؟ چرا؟ گفت رفتی اهواز. مگه نیومد عقبت؟ چرا اومد؟ خدا رو شکر که این حردود آخرتم کشید. حالا دیگه به امید خدا یه کارکاسبی حسابی همینجا واس خودت را میندازی. آره ننه خودم هم تو همین فکرم. چرا صادقو به خودت نیوردی اینجا؟ میارمش فرد سو پاشو جامانه به نزو. Thank you.
سلام علیکم. آقا مصطفی هست؟ بله بفرمایید جناب. بس کی مرام شیرین زبونی کردی، بس کی به من تو مهربونی کردی، بس که در راه منو گرفتی، بس کی مرام نام هارونی کردی، بس که سر راه منو گرفتی، بس کی مرام نام هارونی کردی. سلام صادق خان، چه عجب؟ مصطفی هستی؟ بله، تو دفترش هستی؟ برو بیاد کارش دارم. بفرمایید بالا بشین تو خبرش کنم. سلام صادق خان، حالت چطور؟ آینده باشی؟ کی از سفر اومده؟ امروز، اوضاع چطور؟ بده کاری ما هم انگار با گرمای این راسته کورس گذاشته، روز به روز بالاتر میره. پس با این حساب اهل معامله ای؟ مثل اینکه این دفعه دستت پره. پر یا خالی، فکر کنم این دفعه بتونم کیسه تا سنگین بکنم. اگه نخوای مفخری کنی، حاضرم. میدونی که من مدت هاست تو نخ کافه هم، بالا پایینش اینقدر برام فرقی نمی کنن. پس میگم سند رو بینیمسی. آفرین، تا حاضر شه من یه سری میرم سراغ اسمت رو میام. باش بایی زن برو. ساده سلام، خوشگله. چطور مطوری؟ کجا رفته بودی؟ اگه بدونی کجا رفته بودم و چی کار کردم، غم تو دلت آب میشه. باور کردنش مشکله، اما قبول کن که این دم دستگاه دیگه همش مال منه. این حساب معلومه خیلی گیرت اومده. ای همچین، میدونی داشتم یواش یواش نگرونت میشدم ببینم خلیل چی شد. بد آورد. چطور؟ گرفتنه. خلیلو؟ آره خلیلو، من زبدی کردم و زدم به چاک، ولی اونو گرفتنش. الان حتمی پشت میلای زندون نشسته و داره حسرت میخوره. خب کار قاچاق شوخی بردار نیست، آدم بعضی وقتا نمیتونه گیریم خودش از آب بیرون بکشه. خب بگذاریم، لابد سهمون گیر تو اومد. کاری به جزئیاتش نداشته باش، فقط اینه بدون انقدر گیر اومده که میتونم دامنتو پر بکنم. میخوامت حالا که پول دار شدم. نالوتی من تو که این حرفا رو نداریم لوتی. شوخی کردم بیا. نازشه با باس یه کاری باسم بکنی. اسمه چه کاری؟ ها، من و خلیل دیشب توی یه کلبه بودیم پیش یه دختر کلی. اگه خلیل من لو بده، اون تنها شاهدیه که میتونه فتوا بده من باش بودم. تو باز بری اونو بیاریش اینجا. من؟ آره تو. آخه راه آوردنش نشونه میدم، اون باز تو چنگ خودمون باشه. گذشته از اون به درد کافمونم میخوره، میشه ازش یه چیزی سا. تو هم اینجا بایسته تا من برگرد. چش خانم. سلام اخوی. و علیکم سلام همشیره. سالم خانم کجا سفر؟ الله اعلم، به نظرم کنار شب باشه. آه مرسی. سالمه چی کار داره؟ تصور میرم عید الله اعلم. مرحمت زیاد. میتونی توسط آشنا براش پیغام بدی؟ نمیدونم چی کار کنم. باش. سلامه کیه؟ منم خانم. آه سلام سلام خانم. سلام خانم، با من کاری داشتی؟ تو منو نمیشناسی، ولی برادرم. چرا؟ قبل از اینکه تو رو ببینم فکر میکردم اون زیادی از تو تعریف کرده، و
ولی حالا میبینم یه چیزی هم کم گفته. تو واقعا دختر قشنگی هستی. کی از من تعریف کرده؟ شما کی هستی خانم؟ من خواهر خلیلم. خلیل؟ آره، اسم من اسمته. خلیل نامزدم صادق اینجا بودن. از قرار تو خیلی به اونا کمک کردی، میشه گفت جونشون خریدی. معلوم یا بیاین اینجا خانم، بیاین اینجا. خلیل کجاست؟ حالش خوبه؟ برگشته خونه؟ خدا رو شکر، من خیلی براش نگران بودم. به هم گفت که چقدر حقش خوبی کرده. الانم منتظرته که با من بیاد، برای همین منو فرستاده دنباله. شما یکم اینجا صبر کنین، یه خورده خرت و پرت خیلی هم جمع میکنم و میارم. باشه. سلامه. بله. هیچ چیز نمیخواد با خودت بیاری، به این لباس هم احتیاج نداری. من یه دست لباس برات آوردم. آخه چرا؟ مگه این لباس ها چشه؟ آه، تو نمیتونی با این لباس های محلی بیای خونه ما. مادرم ایرادی خوشش نمیاد. برای چی؟ برای اینکه ناجوره. تو حالا باید تو شهر زندگی کنی. این لباس مال کولیا است. من برات یه دست لباس شهری آوردم از لباس های خودم. خانم آخه من دیگه چونه نزن، باید اونا رو عوض کنی. باشه خانم، باشه. زود باش. سلام خلیل خان. سلام نعمت، رحیم اومده. دیگه میخواست بره دم تعمیرگاه، با ماشینش برمیره. قربون تو. ای جاسب، ست چایی بیا. خسته نباشی مرد محل. خلیل کی اومدی؟ دیشب رسیدم، حالا چطوره؟ چرا اینقدر داغم شدی؟ جریانش مفصله، تیر خوردم. ژاندارما؟ آره، غافلگیرمون کردم. بیا بریم یه لبی تر کن و مفصل جریانو واسم بگو. نه باشه با، دارم اقرار صادق میکردم. روش میاد که بهت کلک زده. چطور مگه؟ رفته کافه مصطفی رو خریده، میگن پول نقد بهش داده. چه پول نقد داده ها؟ آره، صبح رفتم اونجا ازش سراغ تو رو بگیرم، نبود. کجا رفته؟ میگفتن از شهر خارج شده، اما شب بر میگرده. خدا گناه گناه از خود.
خدا کن شرم و حیا گناهه گناهه، شکستن دل به خدا گناهه گناهه، از خدا کن شرم و حیا گناهه گناهه. نمیفرمون خودتون آسف اینجا صادق خریده؟ بله آقا، چند روزه که به صادق خان تعلق داره. بهت که گفتم باهاش کاری داشتین؟ الان تو دفترشه؟ نه قربان، رفتن اهواز هنوز نیومدن. بفرمایید بشینین تا یکی دو ساعت دیگه پیداشون میشه. بفرمایید. خسته نباشی. کی اومدی؟ شیری یا روبا؟ آوردمش. کسی هم باشه هست؟ نه، تنهاست. آفرین، میدونستم که کار دست کاردون سپردم. کجا گذاشتی؟ تو خونه، احمدم پیششه. خب دیگه من میرم یه سری بهش بزنم و بیام. ساده، واسش خیالی داری؟ میخوام باش حرف بزنم، میخوام بیارمش تو خط. آره تو بمیری، تو گفتی و منم باور کردم. من میدونم تو چه زبلی هستی. نمیخواست فکر خیال بی خودی بکنی. یه موی تو رو با صد تاشون عوض نمی کنم. شب می بینمه. قربان، دو نفر با اتون کار دارم. کی هستم؟ نمی شناسم شون قربان، نشستن منتظرتونم. برو بگو صادق خان از احواز تلفن کرد، گفت امشب نمی آم. هر کاری دارم فردا بیارم. صادق خان از اخواست تلفن کردن، گفتن امشب نمیاد. چه تلفن کردن؟ چند دقیقه پیش. پاش ببینم. خب، کجا میریم؟ اینجا دیگه، میریم خونه. سب کن ببینم چه؟ وقتی ما اومدیم ماشین صادق اینجا بود، مگه نه؟ آره، ولی حالا نیست. فکر میکنم احوازی تو کار نباشه، واسه اینکه با من روبرو نشه فلنگو بسه. شاید. خب حالا چیکار کنیم؟ میگردیم تا پیداش کنیم. اول میریم خونش. سلام صادق خان. سلام، دختره کجاست؟ تو اتاقه. شکی که نبرده؟ نه، فقط سراغ خلیل میگیره. خیلی خب، همینجا باش. سلام. توی؟ خوش آمدی. راحت باش، بگی بشین. پس اینکه انتظار نداشتی من اینجا ببینی؟ من منتظر خلیل بودم، مگه اینجا خونه اون نیست؟ نه، اینجا خونه منه. خونه تو؟ آره، ولی به خودت تعلق داره. چرا در رو بستی؟ بعضی کارا رو باز تو اتاق در بستن جون دارم. اگه یه قدم جلو بذاری چشات از کاسه در میارم. خوشم میاد. هرچی دلی به تر باشی، کیفش بیشتره. بلند کن!
ببین کیه. اما در وا نکنی ها. چرا وا نمیکنن؟ یه دفعه دیگه زنگ بزن. خیلی. کیه؟ صادق خونم. شما؟ بهش بگو خلیل اومده. ها یه دفعه صبر کن. کی بود؟ خلیله. گفت با شما کار داره. خلیل؟ آره. دیوارو تو مراقب دختره باه. بهتره آقل بشی سلامه. اگه میخوای اون صورت قشنگت خط خطی نشه باید ساکت بمونی تا من خلیل رو رد کنم. موضوعش بود باشه. اگه صدا در بیاد سر کارت با اینه. السلام. چه عجب، چطوری، خوبی؟ مثل اینکه تو بهتری. چی شده خلی؟ این رسم رفاقت نیست که جواب سلام من ندی. من رفیقتم. رفیق؟ کجا قیمت زده بود رفیق؟ مثل اینکه قرار بود همدیگر همون روز غروب ببینی. آره همه چی یادمه. تو فرصت حرف زدن بده تا روشنت بکنه. پس مو به مو همه چی رو واسم روشن کن. سعی کن هیچ چیشم از قلم نندازی و الا بعد جوری با تو میکنم رفیق. همینجا بیشین و تکون نخور. خب باری کل دختر خوب. من خیلی تو نخون کافر بودم. میدونستم مصطفی به پول احتیاج داره. نشستم حساب کردم دیدم موقعیت خوبیه واسه جفتمون. گفتم اگه دیر به جمعه هم از دستمون در رفته. اینه که اومدم کافشو معامله کردم. خیلی هم ارزون. تو که میخواستی کامیون بخری نارفیم. درسته. ولی آدم باز همیشه موقعیت رو بسنجه. خواهی دینو یادم داده بودی. تو اگه جای من بودی چی کار میکردی؟ میذاشتی کافه مفت دستمون در بره تا به گواغ رهیم. بد کردم. اگه به کوب خودم رسوندم اینجا خلیل رو توی کار پرمایی شریک کردم. نالوتی گیری کردم. نامردی کردی. واسه این معامله هیچ وقت دیر نبود. اما نجات خلیل چرا؟ گوش کن یه چیزی بهت بگم. من اگه دیر جنبیده بودم الان گوشه خلافتونی بودم. خب من دیگه فکر اینش نکرده بودم. یعنی انقدر خری؟ آره دیگه قبول داره. چه خوب شد که دونستی. چقدر از اون پولا رو بالای کافه دادی؟ حساب و کتابش همه تو دفتر کافه. فردا صبح بیاین سهممونو جدا میکنیم یا کافه رو شریکی میگردونیم. هر جوری دلت خواست با هم کنار میایم آخری. باشه فردا میام کافه سراغ. قدمت رو چش. صبح تو کافه منتظرت هم. بره خلی کافه. خلی شلومه. شانس رو وردی که نمیخوام دست و بالم بند شه و الا مثل سک میکشتمت. فردا صبح میام سراغت اگه قرار بشه بهم نارو بزنی نفس.
خیلی چیزا هست که تو ازش خبر نداری. من خودم بعدم باهاشون صحبت میکنم. بیا بفرما تو. از این طرف مادرت اینو چیزی از من میدونه؟ نه هنوم، اما اینجا رو مثل خونه خودت بدون. من هر کیو بخوام مادر و آبجیم هم میخوانش. پاری وقتا بیشتر از خونه من. برو بالا. برو تو. مثل اینکه همه خوابم. راحت باش، برو بیشین. بیشم اونجا رو تخت. خلیل جیونه. خلیل من از روشون خجالت میکشم. برای چی؟ نمیدونم، شاید برای این که این وقت شب اومدم خونه یه غریبه. اینجا خونه غریبه نیست، خونه منه. هیچ کس هم دوره ور تو فکر بد نمیکنه. مطمئن باش چهار تا کلم که باشون حرف بزنم همونطوری بهت نگاه میکنن که من میبینم. مگه تو منو چجوری میبینی؟ بی شیطون. معلوم میام. ننه خلیل تویی؟ آره ننه. ننه شام خوردی؟ جات خالی، اونم چه شامی؟ نوش جونه. آخه تنها نیستم. مهمون داری؟ آره، اونم مهمونی که فقط امشب اینجا نیست، شاید واسه همیشه پیشتون بمونه. از رفقاته؟ نه ننه، یه دخمره. یه دخمر کولی. کولی؟ آره، اما دختر پاک و معصومی. تو زندگیش هیچ کسی رو نشته که بهش محبت کنه و دلش رو زنده نگردنه. این با شما هاست که گذشتش رو تلافی کنی. آخه قراره عروست بشه ننه. خالی. آره ننه. کجاست دادش؟ تو اون اتاقه. زوغ زده شده. خب حق داره ننه. آخه تو میخوایی دوماد چی قربونت برم. شرمندم نکن. داره میاد قربان. برو سرجات کاملا مراقب باش. تا از کوچه بیرون اومد فوراً برو پشتش. اطاعت قربان. گوش کن. بله قربان. تیراندازی نکنیم مگه در صورتی که خواست فرار کنه. چشم قربان. آقا سوجم کن مراقب باش. از جا تکون نخور. مقاومت نکن. تو بازداشتی. چا
قاچاقو به کی تحویل دادید؟ من نمیدونم شماها واسه چی منو گرفتین. کدومتون دیدین که من کار قاچاق میکردم؟ تو رو همه میشناسن. لازم نیست کسی دیده باشدت. این دلیل کافی نیست. بازو چی؟ مگه نه اینکه وقتی داشتین از دست ژاندارم های مرزی فرار میکردین تیر خورده؟ شاید، ولی ممکنم هست که تو شکار تیر خورده باشم. بسیار خوب، بعداً معلوم میشه. معلوم میشه. ببرینش. کش خوردم. را بیافت. هی، سب کن. مگه اسم رفیق تو بگی قول بهت میدم کمکت کنم. خیلی زیاد. گفتم که من قاچاق نکردم. شما هم نمیتونین من اینجا زندونی کنین. چون مدرکی نداری. اینجا زندانی نمی کنم. میفرستم دادسرا. ببرینش. ربیا. جون من یه کاری کن آشتی کن باب. این زن کیه داشت آواز میخون؟ چند وقت اینجاست؟ امشب شب اولشه. به موقع تشریف آوردیم. بفرمایید قربان. نه داداش کار داریم واسه بریم. باشه. جون تو ماشین نخوا چربش به چرخ با خدا بیا چربش به چرخ. صاحب کن. خیلی کار دارم. تمام تمام گفتم بازم زدمش. اگه کاری ندارین بهتره بزنین به چاک. اینطوری جلو دستپاره میگیری. میخوام صادقو ببینم. اگه دوست نداره اینجا رو به هم بریزیم بگو کجاست. صادق خان بکش کنار. صادق خان بهت گفته بودم اگه این دفعه بهم نارو بزنی میکشمت. درسته، ولی من که بهت نارو نزدم از همون شب چشم به این داره که تو بیای سهمتو بگیری. تو زن صفت‌تر از اونی هستی که من فکرشو میکنم. بهتر خون سرد باشی. اگه منظور سال اومد بدون که اون خودش اومده اینجا با پای خودش. مثل سگ داری دروغ میگی. باور کردنش مشکله. حق داری خلی، ولی دیگه جای هاشا نمونده. یه نفر بهم گفت تو این کلیا رو نمیشناسی. اونا اول خیلی قشنگ به نظر میان، ولی تا یه باد بهشون میخوره میلرزن و اون برگای قشنگشون عین اون برگ خزان میریزه زمین. وقت لخت جلوی آدم وامیستن، انگار با اونی که سابق بودن زمین تا آسمون فرق میکنن. منم باورم نمیشد، ولی حالا که اونو با تن لخت روی سن کافه میبینم که داره واسه غریبا چش ابرو تکون میده، قبول میکنم که یه کوریه دوره گرده. سب کن خلی. باره بیرون احمد. خیالت رسیده. سلام باره بیرون. اگه دوست داری خودت باش حرف بزن، هرچی دلت میخواد ازش بپرس. باشه. ببین بعدشم بهتره دیگه پات اینجا نذاری. تو سالا منتظرم باش. اول در بزن بعد بیا تو. اینجا واسه چی اومدی؟ که؟ پرسیدم اینجا واسه چی اومدی؟ واسه اینکه برقصم، واسه اینکه آواز بخونم. مگه خودت ندیدی؟ دیدم، ولی انگار چشام داره به هم دروغ میگه. نمیتونم باور کنم. به چشات اعتماد کنم بزن به جاده. علتشو به من بگو، واسه چی اومدی اینجا؟ اومدم پول درارم، اومدم از هیکلم نون بخورم. تو که احتیاجی به این پول نداشتی. مگه تو از زندگی من خبر داری؟ ولی هر زنی پاشو تو کافه نمیذاره. تو از کجا میدونی چجوری افتادم رو خشت؟ از کجا میدونی چجوری بزرگ شدم؟ من به درد همینجور جا میخورم خلیل. تو رو مجبورت کردم سالومه. بهم بگو، بگو که همه چی دروغه. بگو که مجبوری اینجا برخصی. نه خلیل، کسی مجبورم نکرده. من با پای خودم اومدم اینجا. پس اون حرفا، اون قول و قرارایی که با هم گذاشتیم چی؟ از اینجا برو بیرون. برو بیرون خلیل. Thank you.
مثل اینکه باورت شد آخلی. من تاتوشو دار میارم، امشب نشد فردا، فردا نشد یه روز دیگه، بالاخره همه چی رو میفهمم ساره. اگه این چیزایی که دیدم و شنفتم دروغ باشه، تا دنیا دنیاست ولت نمی کنم. هر جا باشی گیرت میارم و سرت میذارم رو سینه‌ات. اینو بهت قول میدم. رفت؟ آره. چیزی هم فهمی؟ سالومه هیچی بهش نگو، خودم پشتر وایساده بودم و همه حرفاشونو شنفتم. همون چیزی که یادش داده بودم تحویل داد. خلیل چی؟ باورش شد؟ نه، سالومه از ترس این که به خلیل آزاری نرسونم ساکت مورد. تا دنیام دنیاست لعوانه میکنه، چون دوستش داره. کس دیگه هم از این مطلب چیزی نمیدونه الا من و تو. ولی خلیل تاتوشو در میاره، از من نه. پس از کی؟ اونو تو بهتر از من میشناسی، دستوردار نیست. آره باید یه فکری کرد. فقط یه را مونده. چی؟ آبجیش. من اون قراره با هم عروسی بکنیم. تو که این پنبه رو خیلی وقت از گوشت در آوردی. چاره دیگه ای نیست. اون تنها کسیه که میتونه این بازی رو تموم کنه. میخوای بگیریش؟ خلیل تو روی دامادش وانه میسته، اینو مطمئن. ممنون. بگی بنده بالا، اینقدر فکر و خیال نکن. از کجا میدونی که دختره رو گولش زدن؟ تو شاد قبول کنی ولی من نمیتونم. واسه اینکه دوستش داری؟ نه، واسه اینکه پای بی صفتی مثل صادق وسط. میخوای بگی کار اونه؟ جز اون کسی نمیدونه سالم خونه منه. حتم دارم یکی از تیغ کشاشو فرستاده اونجا. ولی سالمه ماشین اونا رو میشناخته. مریم میگفت تا سر کوچه عقبش رفته، یه تاکسی اونجا منتظرش بوده، سوار تاکسیه شده. شاید حق با تو باشه. سلامتی. گوش کن رایم، تو این شهر شوفر تاکسی ها اینقدری نیستن که نشه گیرشون آورد. همه شون هم تو میشنسی. میخوای چی کار کنی؟ باید پیداشون کنی، یکی یکی شون ها. دستم اومد. اما امشب دیگه نمیشه، باشه فردا میریم سراغشون. باربون تو. سلام. سلام مریم، خرید خونه؟ نه، بیا تو، بیا تو. یکی دو روز پیداش نیست. تو کجا بودی؟ مادرت کجاست؟ تو اتاقه، داره نماز میخونه. میخوام باهات حرف بزنم، اما تنهایی. خب بریم تو اتاق، چرا اینجا نشستی؟ نه، همینجا خوبه، من فرصت زیادی ندارم باز برم. اشکالی پیش اومده؟ آره، من و خلیل حرفمون شده، بعد جوی خوردیم به تیپ هم. آخه چرا؟ شما که مثل دوتا رفیق هستی بودیم. حالا اون دیگه به چش رفیق به من نگاه نمی کنه. واسه یه چی؟ تو نمیدونی من و خلیل این سفر آخری رو واسه چی رفته بودیم؟ قاچاق. قاچاق؟ آره، حساب کردیم دیدیم پول خوبی توشه. اون میخواست یه سرمایهی به هم بزنه، منم میخواستم کیسه‌مو واسه عروسیمون پر کنم. برای یه بعد شانسی بیخ خرمون رو گره، خلیل گرفتنش رو انداختن زندون. زندون؟ ناراحت نشو، اومده بیرون، ولی خیال میکنه من لوش دادم. حالا کجاست؟ سر شبی هم دیگره دیدیم و دعوامون شد. آخرشم به هم گفت که تو رو به هم نمیده. اون میخواستی اینطوری مثلا تلافی کنه. آخه من چه گناهی کردم؟ من چرا باید چوب اختلافی شماها رو بخورم؟ اینو به اون بگو، تو باس اون راضی کنی، اونه که خونجوره چشاشه گرفته. من که بهت گفتم اگه قرار باشه اسم مرد دیگه ایرون بیاد، خودمو میگوشم. میدونی که چقدر دوست دارم صادق.
فردا صبح منتظرتم. تا غروب نمیکشه که همه شونو گیر میاریم. قربون تو، تا فردا. سلام پسرم. سلام ننه. کجا بی خبر گذاشتی رفتی؟ دختره کو؟ رفته پیش قوم و خیشاش. با تو که گفتی کسی رو نداره. تا چند روز دیگه میاد. حالا که برگشتی بهتر روز عقد رو تعیین کنی. آره داداش. باشه به موقعش خودم ترتیبشو میدم. آخه تو کی؟ من دیگه نمیتونم صبر کنم. اگه اختیار من دست شماست بهتره هرچی زودتر تکلیف منو روشن کنیم. این چند روزه که من نبودم این چه شده؟ به تنگ اومده. خودت بهتر میدونی یه دختر شیرینی خورده زیاد نباید تو خونه بمونه. این حرفا دیگه قدیمی شده، بریزینش دور. چی رو بریزیم دور؟ من یه قرار نیست من زن صادق بشم. تو داری میری خونه شوهر، میری یا دیگه بر نمیگردی؟ نمیخوام روزی بیاد که از پشیمونی نتونی تو چشم کسی نگاه کنی. من صادق فکرامونو کردی؟ سر این قضیه من باز فکرامو بکنم. اگه نخواستی چی؟ اون وقتی که اسمشم نباد به زبونت بیاد. آخه ننه جون، تو چرا اینطوری شدی؟ چرا میخوای آبرومونو جلو در همسایه ببری؟ تو چه میدونی ننه؟ چه میدونی؟ من صلاح تو رو میخوام خواهر. اون به دردتون نمیخوره، تو خوب نمیشناسیش. صادق جوون خوبیه، خودت هم میدونی. یه وقتی بود ولی حالا نه. حالا نه. حالا دیگه هیچ رای نداری جز این که فراموشش بکنی. چرا؟ برای این که تو میخوای؟ من برای خودت میگم خواهر. این حرفا همش به خاطر اینه که با هم دعواتون شده. کی اینو گفته؟ خودش جریان سفرتون رو برام تعریف کرد. گفت که سر پول حرفتون شده. اون آدم درستی نیست. همه چیزو واسط نگفته خواهر. تو نمیدونی صادق چه نامردیه. اگه پاتو تو خونش بذارید جز بدبختی هیچی برات نمیاره. آخه من چجوری میتونم اینو حالت کنم؟ بذار یه چیزی بهت بگم داداش. اگه نذاری عروسی ما سر بگیره من خودمو میکشم. با حرفای خاک پدرم بلایی سر خودم میارم که یه عمر بی آبرویش وسط بمونی. بخوایا این کارو میکنم. گوش کن عزیز، من حرفو آخرمو میزنم. اگه قرار باشه در این خونه بروی کافر و اجنبی با باشه من برو صادق میمتمش. گریه نکن، گریه نکن. اون جوون و جاهله، ولی من نمیذارم تو با آتیش اون بسوزی. ما همین فردا میریم محضر رو عقد میکنیم. وقتی زن و شوهر شدین و کار از کار گذشت دیگه نمیتونه مخالفتی بکنه. قصه نخور من.
ای مشتی. چیه؟ تو راننده این تاکسی هستی یا فقط ماشین شوری؟ میخواید چیکار؟ میخوام بدونم ماشین شورم. رانندش کجاست؟ گفتنش سلانیس بره در تو بهتره حرف بزنی اگه میخوای چونت سالم باشه. خب گرون ول کن تا بگم دیگه. برو بابا بفرمایی همین خونه ماما فرنگی تو بیدوش پوشیدم گوش کن ببین چی میگم من یک کلمه حرف بی رفت دهنت در را دندوناتو خورد میکنم ولم که هرچی بخوای میگم چند روز پیش نزدیک گذر عربا تو یه دختر کولی رو سوار شد. آره با کیا بودی؟ نمیشناسمشون. کجا پیادش کردی؟ رفتیم یه خونه خارج از شهر. کی اونجا بود؟ نمیدونم. نازم میگم بگو صادق خان همونی که کافه داره اونجا چه اتفاقی افتاد؟ شنیدم بی سیرتش کردم.
از من ببره، تو نیستی، تو نیستی، عشقم و با جون بخره، تو نیستی، تو نیستی. صادق کجاست؟ نمیدونم، از صبح نیومده. تو هم اینجا باش. آه کجا؟ خفه با تو ما چطه بازم که قنبرک ساختی؟ دارم دق میکنم اسمت، دیگه نمیتونم تحمل کنم. میدونم، حق داری، اما چاره ای نیست، زندگی همینه عزیزم، باید ساخت. من همه چی رو فهمیدم سالومه. چی گفتی؟ آره سالومه، میدونستم داری به هم دروغ میگی، میدونستم مجبورت کردن پا تو اینجا بذاری، مجبورت کردن که اون حرفا رو بزنی. حالا دیگه همه چی دستگیرم شد. گریه نکن سالومه، من تقاستو میگیرم، اگه خونشو نریزم هیچ چیم درست نیست. از اینجا برو خلیل، من واسه تو جز درد سر و بدبختی هیچی ندارم، برو. نه اشتباه میکنی، تو همه چیز منی، این ظلمی که به تو نشسته هیچ ربطی به تو نداره. اون کجاست؟ اونا میکشنت، از این کار بگذر. دیگه فایده ای نداره، من قید همه چیز رو زدم، تا گیرش نیارم آروم نمیگیرم. اگه میدونی کجاست بهم بگو. خیلی دیر اومدی خلیل، دیگه کار از کار گذشته. واسه چی؟ اون رفته اهواز، آبجی و مادرت هم با خودش برده، واسه اینکه آبجی تو عقد کنه. آبجی ما عقد کنه؟ آره خلیل، تو دیگه نمیتونی تو اون بایستی، حالا دیگه اون دوماده تو. سلامتی خلی، دیگه داره سفیده میزنه، پاشو بخواب. خواب رحیم. چه بگو؟ میدونم که کار مشکلیه، اما رفاقتو در حقم تموم کن. به ولای علی اگه پاش بیفته جونم هم برات میدم. دلمو روشن کردی. من دو دفعه تو زندگیم گریم گرفته، اولیش وقتی که بابا مرد، بعدشم حالا که آبجیم عروس شده. اما درد این یکی از اولی کشنده تره رحیم. با تقدیر نمیشه جنگید خلیل، باز تن به قضا داد. نه رحیم، من تا تاش میرم به خاطر خیلی چیزا، واسه همین ازت میخوام اگه من نبودم مریم و مادرم و زیر پرت بگیری. چی کار میخوای بکنی؟ کاری که هر مردی واسه بکنه تا مردونگی تو این ملک زنده بمونه. خیالت راحت باشه رفیق، تا زندم رو قولم هستم. نو چارتم رفیق. رسیدم به خیر، مبارک باشه ننه، ما هم اینجا جشن گرفتیم، بالاخره هرچی باشه عروسی آبجیمونه. ای ننه، مریم کوش پیش شوهرشه. شوهرش کجاست؟ گفتم شوهرش کجاست؟ چی کار میخوای بکنی؟ بگو ننه کجاست، میخوام ببینمش. قرار صبح برن کویت ماه عسل، سپیده که بزنه تو بندر.
داداش منو ببخش که بی اجازه تو این کارو کردم، مجبور بودم. چه خوشگل شدی، عروس شدن بهت میاد. پس تو رضا میدی داداش؟ آره من از اولشم راضی بودم مریم. حالا برگرد خونه با رحیم، منتظر باش تو من بیام. ما داریم میریم با اسد. میدونم، اما دیر نمیشه. من با صادق باز اختلافمو حل کنم. دعوا که نمی کنیم. مریم، دلم میخواد باور کنی خوشبختی تو از هر چیز دیگه‌ای برای من مهمتره. پس بدون هر کاری میکنم فقط به خاطر توه، به خاطر اینکه بتونی یه عمر با عزت و سربلندی زندگی کنی، به خاطر اینکه اگه روزی من نبودم یه دست مردونه زیر سرت باشه تا به خاری و خفت نیفتی. میدونم داداش، اما دیگه اما نداره. برگرد خونه تا من با صادق بتونم تنهایی حرف بزنم. خیلی چیزاست که باید روشن بشه. هر چی تو بگی داداش، اما یادت باشه که من صادق رو دوست دارم. یادم میمونه. خواه تو میدونی که بعد بابام چشم امیدی من فقط به تو. چشم امیدت به خدا باشه مریم، من کیم؟ اونه که جای حق نشسته. تو این دنیا فقط تو رو دارم. آبجیمو دست تو میسپرم، مواظبش باش. میخوای بکشیش؟ تو رفاقت رو در حق من تمام کردی. تا زندم یادتم رهیم. دیگه نمیبینم ات. اگه زنده موندم یه روز برمیگردم. خدا نگهدار. رهیم، یادت باش رفیق، به من قول بدی. مطمئن باش رو قولم هستم. قربونت. آینده باشی. من شرمندتم، میدونم کار زشتی کردم، نبس بی اجازه تا آبجی تحق میکردم، اما مجبور بودم. تو که میدونی من اونو دوستش دارم. آره میدونم، خیلی چیزا رو میدونم. چه بهتر، ما دیگه رگ و ریشه هم شدیم. حالا دیگه باز دشمنی ها رو کنار بذاریم و با هم یه زندگی آبرومندونه تشکیل بدیم. آبرومندون. یادت صادق یه قولی بهت دادم. چه قولی؟ بهت گفتم هر جور شده تحت و قضیه رو در میارم. همین کارم کردم، حالا میخوام به قولم وفا کنم. میخوام سرتو بذارم رو سینه. دیگه آخر خطه، را به جایی نداریم. چند دقیقه میرم و بر میکردم. آخرت کجا؟ ماشین مردم کجا؟
صادق چی؟ کشتمش اسمت خلیل. حالا دیگه میتونی آروم باشی. اون تقاس گناهشو پس داد. تو رو میگیرم. میریم کویت. حالا تو نخلسون یه لنج منتظره مونه. بجم تا دیر نشده. بجم. خلیل اینجا چی میشه؟ به تو میرسه. حفظش کن. موفق باشی. قربان تو. بریم سلام. دیگه چاره ای نیست. من باز تنها برم. از اینجا تا لب شهر 10-15 متر بیشتر نیست. تا بخوان بجنبن خودمو میزنم با آب. اون وقتی که فیلم جلو دارم نمیشه. کجا میخوای بری؟ دنیا خیلی بزرگه. به محض اینکه یه سوراخ پیدا کردم بهت خبر میدم. اون وقت میای پیشم و زندگیمونو شروع میکنیم. به مرکز خبر بده پیداش کردیم. تو نمیتونی جون سالم در ببری؟ بچه که بودم یه کولی فالمو گرفت. بهم گفت که 40 سال عمر میکنه. خلی برگرد تو منتظرم باش تا بفرستم سراغ. میکشنت. من تازه 28 سالمه. خداحافظ. خلیل نگران نباش. 12 سال دیگه وقت دارم. من منتظرت میمونم. اگه بهم عبد خورد چی؟ نه، تو تبرئه میشی. یه چیز رو بهت نگفتم. چی رو؟ چشات مخشه.